تودهیزم. وقتی میگیم تودهیزم به این معنی نیست که مثلا شما یا بنده عضو حزب توده یا های کیانوری یا احسان طبری باشیم، نه نه، بلکه منظور من اینه که منظور من یک سیستم نظری و یک سیستم ایدئولوژیکی که تاریخ به شخصیت های تاریخی رو یا به قدیس تبدیل میکنن یا به ابلیس تقسیم میکنن. بنابراین خیلی از ماها ممکنه اصلا غیر توده‌ای باشیم، وقتی ضد توده‌ای ممکنه باشیم، ولی به خاطر مبتلا شدن به سیستم توده‌ایزم در ذات و جوهر تفکرات خودمون توده‌ای باشیم به اصطلاح. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم که توده‌ایزم رویدادها و جوهر به اصطلاح شخصیت های تاریخی رو تا حد دوگم ها و اعتقادات خدشناپذیر مذهبی تقلیل میده. این سیستم تودهیزم و بنابراین هیچ گونه چون و چرایی درباره این دوگم ها به اصطلاح امکان پذیر نیست، روا نیست. و اگر چنین چیزی بشه، شما حرفی بزنید، بنده حرف تازه بخوام بزنم، با موجی از هیاهو و دشنام و افترا همراه خواهد بود. ولی متاسفانه همیشه همین بوده. خدمت رو عرض کنیم، همین جوهر به ذات مشترک به اصطلاح نظری تودهیزم در انقلاب شکوهمند اسلامی بوده که در سال 57 که خیلی از سکولارها، خیلی از کمونیست ها، خیلی از ملیون ما و خیلی از ملی مذهبی های ما رو در کنار آیت الله خمینی قرار داد به اصطلاح. همین خاطر همین تودهیزم طرف بدونه که عضو حزب توده باشه، ولی این تفکر، این دستگاه مفهومی این دوستان و رهبران، حالا من خاطرات خیلی زیادی از زندیات دکتر مهرداد بهار دارم، میذاریم برای بعد. میخوام بگم که چطور مهرداد بهار، استاد فرزانه تاریخ ایران و باستان، پسر ملک شعرهای بهار و غیر، چنان من شاهد بودم، دارم نعرض میکنم، چنان از خمینی حمایت میکرد. هنوز خمینی وارد تهران نشده بود، شاهرخ مسکوب هم اونجا بود در کتاب فروشی بزرگ استاد ایرج افشار، یک جمعی بودن، من همون گوشه وایستاده بودم. به اصطلاح شاهرخ مسکوب به مهرداد گفت، استاد مهرداد بهار گفت که مهرداد اگر خمینی بیاد نماز باید بخونی ها. گفت بذار شاه بره، مهرداد بهار، بذار شاه بره، من نماز هم میخونم. عجب، ببینید این فاجعه است، این فاجعه روشن بهتاد. یه آدم فرزانهی واقعا مثل مهرداد بهار با این تحریمات گسترده در میتولوژی، اونم پسر ملک شعرهای بهار با اون همه بساقید و شعرهای رعنا و برجستهی که داشته. میخوام بگم حالا با یک دید خوشبینانه به قضیه نگاه بکنیم، میخوام عرض بکنم که خوشبختانه الان نسل یا نسلهایی در ایران به وجود اومدن، آقای میبودی، که با چشمانی باز و بینا، با چشمانی باز و بینا، چون خیلی ها در زمان انقلاب و شکوهمندی اسلامی چشم داشتن ولی بصیرت نداشتن. اینه که حافظ میگه از بی‌بصری داره صحبت میکنه، از بی‌بصری حافظ داره صحبت میکنه، یعنی همین، طرف چشم داره ولی نمیبینه، نه پیشرفت های دوره رضاشاه رو میتونه ببینه، نه تحولات مهم دوران ساز دوران محمد رضاشاه رو میتونه ببینه و غیره و غیره. ببینیم این نسل تازه با چشمانی باز و بینا میخوان به اصطلاح یه بازنگری، یک بازبینی تازهی به اصطلاح بشه در مورد تاریخ معاصر ایران، با
شخصیت های تاریخ معاصر ایران. بنده سالها پیش در کتاب هام و در مقالات ما ایمه بودی، همچنین در همین برنامه یاران در خدمت شما از محمد علی فروغی، به عنوان یکی از برجسته ترین و بزرگترین شخصیت های فرهنگی و سیاسی تاریخ معاصر ایران یاد کرده بودم در همین برنامه شما. بله. و گفته بودم که محمد علی فروغی شخصیتی بوده که فضل و فضیلت رو با هم داشت و روزی در ایران آزاد، ایران آزاد آینده، به نظر من دانشکده هایی به نام محمد علی فروغی نامگذاری خواهد شد. خب من این حرفا رو در برنامه شما گفتم، در کتاب هم نوشتم از سالها پیش. این بحث ها برای بسیاری ناگوار بود، حتی دشمن آفرین بود متاسفانه. ولی چه؟ اینه که من میگم این نگاه تاریخی و عارفانه به تاریخ و تحولات تاریخی داریم، یعنی این حالا چه شده؟ امروز ما میبینیم که مثلا در ایران یکی از بهترین نشریات روشنفکری ایران به نام اندیشه پویا، شماره 31 فکر میکنم، یک ویژه‌نامه بسیار پربار و ارزشمندی درباره مقام فرهنگی و منزلت سیاسی محمد علی فروغی منتشر کرده. محمد علی فروغی زاکالمان نخست وزیر رضا شاه میارم. بله بله. و کسی بوده که در واقع مقدمات سلطنت محمد رضا شاه رو فراهم کرده بود. یعنی اگه فروغی نبود اصلا انگلیسی ها و روسا برنامه های دیگه ای داشتن. این فروغی بود که برحال به همین جهت فروغی رو این در این 70-80 سال اخیر اینقدر حزب توده به توده ایزم مورد تهمت و دشنام و دشنه و افترا و توهین و تهدید قرار دادن به اصطلاح. حالا این نشریه رو دیگه بهترین نشریات روشنفکری ایران به نام اندیشه پویا یه ویژه‌نامه در آورده. آقای میبودی عزیز و از این ستایش از محمد علی فروغی، از محمد علی فروغی به عنوان یک لیبرال صبور بسیار تجلیل کرده و از خدمات فرهنگی و سیاسیش قدردانی کرده. خب این مورد برای بنده به دوستان دیگری که در همین راستا قلم میزنن، اینا میتونه به صورت به منزله یک پیروزی نظری بر تفکرات و تبلیغات دیرپای حزب توده به توده ایزم باشه، چیزی که من از کردم خدمتتون، سیستم توده ایزم باشه. یعنی تاریخ نگاران امروز فاصله گرفتن دیگه از اون طرز فکر. در ایران آقای میبودی عزیز، روشنفکران ایران، شما این نشریه رو ببینید اونقدر زیبا چاپ شده و از نظر فنی اونقدر بالا هست که پهلو میزنه به نشریات اروپایی، خیلی دقیق. خب ایده از رجال، ایده از فرزانگان و نویسندگان معروف و پژوهشگران معروف در اینجا مطلب نوشتن و تجلیل کردن از محمد علی فروغی. میخوام این عرض بکنم آقای میبودی عزیز که حقیقت یک امر تاریخی، یک امر نسبی، یک امر اعتباریه. بنابراین در عرصه مطالعات تاریخی بنده به شما فقط حامل بخشی از حقیقت هستیم. نه. بخشی از حقیقت، نه همه حقیقت. درست. حقیقت بین همه افراده ترسیم متکثر به اصطلاح داشتن حقیقت. خب این مسئله باید ما رو در داوری هامون درباره این یا اون شخصیت تاریخی فروتن بکنه، محتاط بکنه، یاد بده به ما که
که به قول این دوستای ما در اندیشه پویان لیبرال صبور باشیم، صبور باشیم، اینقدر خنجر نکشیم، به شمشیر نکشیم به روی شخصیت های تاریخی ما، رضا شاه، محمد رضا شاه و غیر و فروغی یا نمیدونم کسای دیگه. یعنی ما با وجود این اگر ما یاد بگیریم، ما اگه میبودیت فرانسوی ها خیلی خوب یاد گرفتیم این مسئله رو بعد از جدرهای فراوان از 67 به بعد، از 1967 به بعد اینه یاد گرفتن که با وجود اختلاف نظر در باره این یا اون رویداد تاریخی یا شخصیت سیاسی، ما میتونیم با رعایت اخلاق و خدمت رو عرض کنم انصاف علمی، اختلاف نظر سیاسی رو، اختلاف نظر سیاسی رو تا حد دشمنی های قبیله‌ای بالا نبریم. خب نمونه های مانند محمد علی فروغی، استاد ناطل خاندری، خلیل ملکی، دکتر مظفر بقائی، سید حسن تقی‌زاده و دیگران به سلام یادآور این سخن درست نیما یوشیجه. نیمایشو یک نامه ای به احسان طبری، احسان طبری گولی بود اون زمان برای خودش، شما در جریان هستید که اورسیان برجسته ادبی حزب توده بوده، نیما یک طریق نامه کشاف که خطاب به احسان طبری یک جمله میگه باید به صلاح مؤید این نگاه تاریخی و نگاه عارفانه بنده هست به تاریخ و شخصیت های تاریخی. چی میگه نیما خطاب به احسان طبری؟ میگه که آن که غربال به دست دارد، آن که غربال به دست دارد از عقب کاروان می آید. یعنی که این همه هیاهو چیه؟ فردای دیگر هم هست. امروز ما داریم از بابک صحبت میکنیم، حلاج داریم صحبت میکنیم، فروغی داریم صحبت میکنیم که در زمانهای خودشون مورد تهمت و تکفیر قرار گرفته بودن. آن که غربال به دست دارد از عقب کاروان می آید. حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم. یه دقیقه دیگه هنوز وقت داریم. دو دقیقه فقط. دو دقیقه بعد. بله. یکی از دغدغه ها و دریغ های فکری بنده های میمونی عزیز در این روزها که در خدمتتون نبودم، تأمل درباره اوضاع سیاسی اجتماعی میهن ما بوده. به چگونگی رهایی ایران به قول ملک شعرهای بهار از این گرداب بلا، از این گرداب بلا. گاهی فکر میکنم که سرنوشت ایران کنونی، سرنوشت ایران ما شبیه به فرش معروف بهارستان، فرش معروف بهارستان در حمله اعراب به ایران بوده باشه. به اصطلاح شما میدونید که فرش زربفت بهارستان فکر کنم به دستور انوشیروان عادل بافته شده بود و این فرش رو در اعیاد و آیین‌های خاص مانند جشن نوروز و جشن سده و دیگر جشن‌ها ملی در واقع در تالار بزرگ کاخ تیسون پهن می‌کردند و مورد به اصطلاح بازدید میکردن، به اصطلاح نگاش میکردن، حیرت میکردن. این فرش، این فرش بهارستان دارای 140 متر طول و 27 متر عرض بود، به طوری بودی که سرشار از تصاویر به غایت هنری از گلها و گیاهان و پرندگان بود، به طوری که در زمستانها که امکان سیر و سیاحت و تفرج نبود، این فرش باشکوه شور و نشاط بهاری رو در ذهن پادشاهان و درباریان و مهمانان اونا به اصطلاح تداعی میکرد. زیبایی این فرش در بافت این فرش بهارستان از ابریشم و از هزاران قطعه طلا و نقره و زمرد و مروارید استفاده شده بود، به طوری که کارشناسان هنر ایران، یکی از کارشناسان هنر ایران میگه که فرش بهارستان نقطه عطف هنر غالی بافی آن دوره و اوج
هنر قالی بافی در ایران باستان به شمار میره. من نگران وقتم هستم، ولی در سال به اصطلاح 16 هجری که اعراب مسلمان پایتخت ساسانیان رو تصرف کردند، مانند داعشی های امروزی، دقیقا مانند داعشی های امروز، اون اعراب مسلمان مهاجم علاوه بر قتل عام های گسترده و به اصطلاح غارت ها و ویرانی های شهر ها و کاخ های عظیم ساسانی مانند کاخ کسرا یا مدائن، به غنائم و گنجینه ها و طلاها و جواهرات دست پیدا کردن که برای شون خیلی حیرت انگیز بود برای این به اصطلاح اعراب عشیره نشین و قبیله نشین بدوی به اصطلاح. خب این جنگ به هر یک از 60,000 عرب در این فتح کیسمون 60,000 عرب مسلمان شرکت داشت، به هر کدومشون که در فتح کیسمون شرکت کرده بودن 12,000 دینار رسید و یکی از این غنائم فرش بافت و بزرگ به اصطلاح بهارستان بود که مهاجمان و مسلمان به خاطر فرهنگ بدوی و قبیله‌ای خودشون نتونسته بودن که به اصطلاح ارزش و عظمت این فرش رو به اصطلاح ارزیابی بکنن. لذا چه شد؟ به دستور عمر این فرش عظیم و حیرت انگیز رو قطعه کردند و میان جنگجویان و مهاجمان عرب تقسیم کردند. حالا این نکته مهمه، به روایت مورخین تکه‌ای از اون فرش نصیب حضرت علی شده بود، نصیب حضرت علی شده بود که توسط آن جناب به 20,000 دینار فروخته شده بود. حالا من این فرش بهارستان رو به مناسبتی عرض کردم که نمیدونم چقدر فرصت دارم، به هر حال به این جنه عرض کردم که به نظر من بسیاری از رهبران سیاسی حاکم بر ایران بازماندگان همون اعراب بدوی و مهاجمان آقای مهبودی عزیز که ایران رو جز به غنائم جنگی خودشون میدونن، ولذا در این 37 سال اخیر ضمن گروگان گرفتن و اسیر کردن مردم ایران، منابع مالی، نفتی و اقتصادی ایران رو مانند فرش بهارستان بین خودشان تکه تکه کردن و به غارت بردن و به غنیمت بردن. اختلاس ها و غارت ها و غنیمت های حیرت انگیز مالی سالهای اخیر توسط بابک زنجانی ها و غارت و فروش آثار باستانی نمیدونم ایران به وجود اسکله های آزاد، وجود اسکله های آزاد برای قاچاق نفت و غیره نمونه ای از تکرار ماجرای فرش بهارستان هایی می بودی. این شعر رو اینجا رو آخر برنامه رو با شعر از اخوان سالس تمام می کنم. اخوان سالس یه زمانی در رابطه با همین مسئله مثلا اسکله های آزاد به این چپاول و غارت یه زمانی میگفت که به بردن ها و بردن ها و بردن ها و کشتی ها و کشتی ها و کشتی ها و گشتی ها و گشتی ها که منظورش همین برادران و قاچاقچی ما بوده. به اصطلاح من براتون ساعت خوبی آرزو میکنم، باز هم سپاسگزارم از عنایت شما و پیام های صمیمانه شنوندگان و بینندگان عزیز شما. تشکر میکنم آقای دکتر علی میفتوس عزیز، به شما شب بخیر میگم در اروپا.